به نام یاد خداوند یکتا و مهربان. سلام و درود خدمت همه شما دوستا، عزیزا و تندارا و بیننده های خوب کانال فروخ تیوی. خدا کنه که خوب و صحتمند باشین و طاعات و عباداتتان به درگاه خداوند لایزال قبول و مقبول باد. دوستای خوبم، در چند روز که قاسم ابراهیمی تلویزیون طلوع و همچنان برنامه رو در رو را ترک کرده، یک سلسله سر و صداهای بلند شده که گویا قاسم تابان نتانسته به مثل قاسم ابراهیمی در برنامه رو در رو بدرخشه و به مو شور و اشتیاق قبلا برنامه ثبت می شد برنامه را ثبت بکنه. ما در این ویدیو آمده ایم نظریات مردم را بدون سانسور، بدون از اینکه کدام نظریه را حذف بکنیم، آمده ایم می خواهیم نظریات مردم را به بررسی بگیریم، ببینیم که مردم چه واکنش داشتن، آیا قاسم تابان را در این برنامه می پذیرن و نظرشان در مورد قاسم ابراهیمی چی بوده. امیدوار هستم که تا آخر مرا همراهی بکنین و بیننده از این ویدیو باشین. دوستای عزیز، ما فعلا در کانال برنامه رو در رو قرار دارم و آمدیم در آخرین ویدیویی که برنامه قاسم تابان ثبت شده، میایم کامنت ها و نظریات مردم را میبینیم که چی نوشته کردن و نظرشان چی بوده. در اولین کامنت رضا عرب نوشته کردن، گفتن به خدا دو شب برنامه را ندیدم، به نظر میرسه که هنوز قاسم جان نیامده، وقت قاسم بود یک لحظه برنامه را هم از دست نمی دادن. خب اینا طرفدار قاسم ابراهیمی هستن، واکنش نشان دادن، گفتن باید قاسم ابراهیمی بیاید. لفتایم نشته کرده، گفتن بهترین اجرا از قاسم تابان، مهمترین احترام فامیل های می باشد که در این برنامه اشتراک می کنند. دوستای خوبم، یگانه انتقاد را که بالای قاسم ابراهیمی نه تنها آله بلکه از گذشته مردم داشتن ای بود که قاسم ابراهیمی در امی شوخی خود، چون رفتار قاسم ابراهیمی یک کمدین بود و برنامه هم تفریحی و کمدی بود، در امی شوخی خود خیلی غلیظ بود و مردم از زیاد آزار میداد و به خاطر از اینکه مردم بخنده. و یکانه انتقاد بسیار زیاد را که مردم ایراد میگرفتن امی بوده که قاسم ابراهیمی بیشتر از حد بالای مردم بالاخره رشخندی میزد و بالاخره سبب خنده بر مردم میشد، اگرچه که نیت و بالاخره قصد و اراده قاسم تمسخر کردن بالای کس نبوده، بلکه آوردن لبخند به لب مردم بوده. ولی با آن هم یکی از دلایل که مردم بالای قاسم ابراهیمی انتقاد گرفته بودن امی بود که بیشتر از حد قاسم ابراهیمی در برنامه خود با فامیل ها و خانواده ها شوخی میکرد. ستاره هم اعلان کانال خود را تیر کردن. میگذریم از این. دوست دیگه ما نوشته کردن عبدال اکبری، گفتن جناب مجری عزیز، برخورد شما با دختر خانم ها بسیار عالی و احترامانه بود، از شما سپاسگزارم. بازم این دوست ما هم روی این مسئله تاکید داشتن و اشاره کردن. امید میدیا گفته very good. علی هم جان نوشته کرده، قلب و گل گذاشته. تماس گفته سلام به همه هموطنان، همه کارکنان پروگرام رو در رو. دوستا از قاسم جان فهیم خبر نیست، امیدوارم جور صحتمند باشه، مقصدشان از قاسم ابراهیمی بوده، امیدوارم جور صحتمند باشن، واقعا وی را دوست داریم، موفق باشن. دوست دیگه ما فضیله نوشته کردن، گفتن واو نومان جان چی پیام زیبا داشت. البته پیام را که دوست ما در این برنامه گفتن روی از این مسئله صحبت کردن. همچنان جنرال نوشته کردن، گفته دیگه نمیبینم رو در رو را قاسم نباشه. دوستا شما میتونین که نظریاتتان را بر ما در کامنت نوشته بکنین. کامنت های شما میتونه سند باشه به خاطر آمدن دوباره قاسم، و یا هم سند باشه بر ترک همیشگی قاسم از برنامه رو در رو. به خاطر از اینکه تلویزیون طلوع امین نظریات را بازمیه چک میکنه، بررسی میکنه، در صورتی که طرفدارای قاسم بیشتر باشه و حمایت مردم از قاسم بیشتر باشه، ممکن قاسم دوباره بتانه در تلویزیون طلوع بیایه و در برنامه رودرو اجرا داشته باشه. دوست دیگه ما نوشته کردن، گفتن قاسم جان خوب است ولی چرا قاسم جان بر نمیگردد. همچنان عزیزی نوشته کردن، گفتن بسیار عالی. میلاد گفتن قاسم جان کجا است، این چیرش خندی است به خدا. طبیعتاً که قاسم ابراهیمی از زمانهای زیاد میشه که در تلویزیون طلوع کار میکنه، مردم با چهرهش، با فعالیتش، با برنامهش آشنا است و علاقمندای بسیار زیاد داره. من مطمئن هستم که اگر قاسم عزیز نتونه همین برنامه را به مو زیبایی که قاسم ابراهیمی پیش میبرد، اگر به او شکل پیش نبره، ممکن بیننده های از این برنامه از بین بره،
از بین بره، نه کمتر شه و این برنامه از بین بره. همچنان دوست دیگه ما نوشته کردن ولید، گفتن که قسیم خوبتر بود، کجا است قسیم؟ شما میبینین دوستای عزیز کامنت ها را که حتی از رفتن قسیم تقریبا 3-4 برنامه میگذره، ولی بان هم مردم آمدن پرسان قسیم ابراهیمی را میکنن. ما امیدوار هستم که به زودترین فرصت کشیدگی که بین قسیم ابراهیمی و همچنان مسئولین موبی گروپ ایجاد شده به زودترین فرصت حل شد و قسیم ابراهیمی بتانه دوباره در برنامه رو در رو بیه، چون زمانی که در یک برنامه یک مجری گردانندگی میکنن مردم با چهره از او آنس میگیرن، با مو کرکترش، با مو جست و حرکاتش طبیعتا میتونه تاثیر داشته باشه روی بیننده. امیدوار هستم که کشیدگی دوباره برطرف شد و قسیم به زودترین فرصت بیایه. دوست دیگه ما نوشته کردن محمد دشتنی نوشته کردن، گفتن قسیم چقدر خیلی معلوم میشی، قاسم چقدر خیلی معلوم میشی وقت اکت های قسیم میکنی، باز خنده کردن. خب دوستای عزیز، یک چیز شاید شما هم متوجه شده باشین که هر مجری باید امو کرکتر خاص خود را داشته باشه. این در زندگی برای ما یک تجربه بسیار بزرگ است که ما نباید از کسی کپی بکنیم، خود ما باشیم، با مو سبک خود، با مو کرکتر خود میتونه یک زیبایی خاص داشته باشه، ولی که ما بهم تقلید از کس دیگه بکنیم، اگرچه که ما ندیدیم قاسم تابان تال تقلید از قسیم ابراهیمی کرده باشه، ولی بانم بعض حرکاتش در برنامه تقلید از قسیم ابراهیمی است. همچنان دوست دیگه ما نوشته کردن زیا ایدری، گفته بیخی خسته کن شده، قسیم جان کجاست؟ همچنان دوست دیگه ما نوشته کردن، گفتن صدیق محمدی نوشته کردن، گفتن قسیم بیا. اینا علاقمند بسیار شدید قسیم ابراهیمی بودن، بسیار به مکشدار نوشته کردن قسیم بیا. همچنان دوست دیگه ما نوشته کردن بهاری، گفتن بشک قاسم جان بسیار عالی. همچنان رجبی گفتن ماشاءالله به این گرداننده، خیلی عالی، موفق باشی همیشه قاسم عزیز. دوستای عزیز، قاسم تابان هم از خود طرفدارای خود را داره، به این معنی نیست که علاقه من نداشته باشه. خب طبیعتا در یک برنامه وقت مجری تبدیل میشه، امو لذت و اشتیاق برنامه کمک متزلزل میشه. امیدوار هستم که تزلزل به زودترین فرصت بتانه رفع شه و قاسم عزیز بتانه خوب بدرخ شه، و در صورت که اگر امکانش باشه که دوباره قسیم ابراهیمی بیه که نور علی نور. همچنان احمدی گفتن، نسرین احمدی گفته قاسم جان عالی است. اوتک نوشته کردن، گفتن قسیم کجا است، باید قسیم بیایه، پس اگر نه همگی ان فالو میکنه. اوتک عزیزم علاقمند قسیم ابراهیمی است و امو جدیت خود را نشان دادن، گفتن که باید قسیم ابراهیمی دوباره بیایه. احمدی گفتن جان جور بخیر. همچنان جنرال گفته چرا قسیم چی شده. همچنان سلیم زرابی نوشته کردن، گفتن قاسم جان بسیار در مرحله نهایی بسیار آهسته گپ میزند، 20 ثانیه را خودش استفاده کرد. خب طبیعتا وقتی که یک برنامه یک مجری با وجوده که تجربه کاری هم داشته باشه، وقتی که در یک برنامه جدید نومه یک سلسله مشکلات خود می داشته باشه، امیدوار هستم که دوستا قدر جدی نگیرن. فواد نوشته کردن، گفتن قاسم جان چه وقت دوباره بر میگردد. همچنان سروری گفتن بسیار عالی، موفق باشی قاسم جان قند. دوست دیگه ما سروری نوشته کردن، مرتضی سروری گفتن این سوال های آخر را که 20 ثانیه است 15 ثانیه را خودش میگیره، اصلا زود پرسیدن نمیتونه. انتقاد اینا هم در مرحله ناخر برنامه بوده. جعفری گفته مسخره جان جور بخیر. دوستای عزیز، یک مسئله را که ما امرایتان میخواییم شریک بسازم این است که ما باید همی کمدین ها و کسایی که میان ما را لبخند میتن، نباید به اسم رشخند، به اسم مسخره یا به بالاخره القابایی که به اونا توهین میشه نباید استفاده بکنیم. خب این درست است که من کار میکنم معاش میگیره، ولی که همی گل لبخند بر لبهای مردم رنجیده ما میشگفانن، خود از این جای افتخار است و باید اسم ما ممثلین و همچنان کمدین های خود را تشویق بکنیم. سمیر صدیقی گفتن بجز از روشن جان از قسیم و قاسم اردو در برنامه رشخند کن، ما نفهمیدیم که این کدام جای دیگر است. اینا هم انتقادشان بالای قسیم و قاسم بوده، گفتن از نبی روشن حمایت کردن.
همچنان افشاری نوشته کردن گفتن به قسیم ابراهیمی رسیده نمیتونی. اوهو. همچنان ببینیم یوسف چی نوشته کردن گفتن یک پیشنهاد سازنده و خوب برای گرداننده جدید رو در رو دارم، این که در مرحله دوم سوالها که خیلی مهم برای اشتراک کنندگان است، باید سوالها را کمی با سرعت بخونید، چون وقت جواب دادن برای اشتراک کنندگان به سرعت میگذرد. شما سوالها را به بطی و کندی میخوانید و ثانیه ها در سوال چهارم ختم میشود. هدف اشتراک کنندگان در قدم اول برنده شدن است. پس در این مورد جدا وقت و ثانیه های اشتراک کنندگان را ضایع نسازید. دوست ما یوسف هم اشارهشان روی این مسئله است که باید قاسم تابان در برنامه هایش مد نظر بگیره. خب دوستای خوبم، به عنوان آخرین کامنت اسماعیل نوشته کردن گفتن قسیم کجاست او مرد خدا، چند روز میشه برنامه نمی بینم، خستگان شد. خب دوستای عزیز، ای بود نظریات مردم در رابطه با قسیم ابراهیمی و قاسم تابان. حال شما قضاوت بکنین و نظرتانم برام در کامنت نوشته بکنین که آیا قسیم دوباره بر بگرده و یا نه قاسم تابان میتونه ای برنامه را به مو شکل سابقش پیش ببره. ما تشکر میکنم از اینکه تا ایدم با ما بودین و برنامه را همراه بودین. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستین، با فشار دادن علامت سابسکرایب شما میتونین که عضو دائمی کانال ما باشین. تا دیدار بعد، بدرود.